جناب آقای امینی، شب شما خوش. درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما. ممنونم از شما، امیدوارم که حال شما بسیار خوب باشه آقای امینی. سپاسگزار هستم. آقای امینی، در آغاز میخواستم دیدگاه شما رو بشنوم درباره شادروان صحابی. ایشان شب گذشته در پی یک ماه که در کما به سر می بردن در گذشتن. بر روی از او به عنوان یک انسان ایران پرست یاد می کنن، ولی نقش او هم در انقلاب بررسی کردنی است. شما درباره او چه تحلیلی دارید؟ بیگمان عزت الله صحابی مانند پدرشون ید الله صحابی و دیگر رهبران نهضت آزادی انسانهای پاکی بودند، انسانهای اهل دزدی و تاراج مملکت نبودند، باور داشتند به آنچه که به هر حال میگفتند و سودای دیگری جز بر روی پیشرفت ایران شاید در سر نمی داشتند. و از این منظر باید گفت که آقای عزت الله صحابی در درازای زندگی خودشون کوشش های ارزنده‌ای برای پیش برد آنچه که به اون باور داشتند و در جاهایی با دموکراسی و حقوق بشر پیوندهایی هم پیدا می کرد انجام دادند. اما بلافاصله باید افسود که نهضت آزادی و کسانی مانند آقای عزت الله صحابی در پا گرفتن اون اندیشه هایی که به جمهوری اسلامی انجامید و به ویژه در زمینه مصادره ها، در زمینه دولتی کردن کارخانه ها، صنایع در ایران به اعتبار و گفته خودشان و همچنین چشم پوشیدن بر رفتاری که در آغاز انقلاب نسبت به اعدام ها صورت می گرفت و خاموشی گزیدن در برابر اونها و حتی شاید بتوان گفت که یک نوع پشتیبانی از اون اعدام های بی رویه و غیر قانونی که در کشور صورت می گرفت، از اعدام افسران و امیران ارتش گرفته تا هویدا و دیگران، با همه ایرادها و گرفتاری‌هایی که اونها می‌داشتند و می‌باید از نظر حقوقی محاکمه می‌شدند، با سکوت در برابر اونها یا پشتیبانی ضمنی از اونها، به نظر من زیان‌های زیادی به روند دموکراسی خواهی در ایران زدند و در اون آغاز کار زیاد باور به حقوق بشر، به دموکراسی، به اون مفهومی که ما امروز ازش صحبت میکنیم نداشتند و البته مانند بسیاری دیگر از شخصیت‌هایی که در جریان انقلاب از حرکت آقای خمینی پشتیبانی کردند و بعداً زیان دیدن از آقای خمینی در یا اصلا از جمهوری اسلامی در شاید 20 سال پایانی پایانی زندگی خودشون، دست کم 20 سال پایانی، به یکی از سخنگویان اپوزیسیون اسلامی حکومت تبدیل شدند. من احساس دوگانه نسبت به ایشان دارم و فکر میکنم که شاید درست نباشه که در فردای درگذشت ایشان سخن منفی دربارهشون بگویم و باید بیافزایم حتما که هیچ انسانی نمیتواند داغدار نباشد از غم از دست رفتن فردی که به هر روی یک انسان پاک سرشت و آزادی خواه در ایران بود، ولی در این حال باید در ارزیابی از مجموعه زندگی او گفت که نقشی در زمینه ماندگار کردن و استوار کردن جمهوری اسلامی می داشتن و شوربختا که رهبران نهضت آزادی هیچگاه نسبت به این رفتار خودشون انتقاد نکردند و باید گفت که در واقع جمهوری اسلامی برآمدی است از سه جریان فکری در جامعه ایران: حرکت بنیادگرایانه فقهی انقلابی آقای خمینی که از دل فدایان اسلام بیرون آمده بود، حرکت روشنفکری دینی نهضت آزادی که شاید
شریعتی، بازرگان و این مجموعه حرکت فکری روشنفکری دینی و نیروهای سیاسی دینی در اون نقش داشتند و حرکت چپ ایران که در بالای اون حزب توده قرار داشت و این مجموعه در واقع باید گفت که از فساد و تباهی دوران رژیم گذشته بهره گرفتند و به جای ساختن یک ایران دموکراتیک یک حکومت خودخامه و تبعیض‌گرای دینی رو در ایران به مردم ارمغان کردند. حالا هر کدوم از نیت خودشون و من فکر می‌کنم که آقای صحابی هم یکی از قربانیان به هر حال پیدایش دولت دینی در ایران شد، اگرچه خود او در پاگیری این حکومت تا حدودی نقش متاسفانه مثبتی داشت، به خصوص به عنوان عضو شورای انقلاب. بله، به عنوان عضو شورای انقلاب، عضو خبرگان نویسنده قانون اساسی، اگرچه ایشان همراه با چند تن دیگر، دست کم اگر اشتباه نکنم 6 تن دیگر، به اون بند مربوط به ولایت فقیه رأی منفی دادن در اون مجلس معروف آغاز نوشتن قانون اساسی، ولی به هر حال در شورای انقلاب بودند، در جریان به هر حال اداره امور بودند. به این معنا نیست که هر کس که بوده تا پایان کار باید مسئول باشد، ولی زمانی است که انسان‌ها باید نقد بکنند به این رفتار و بگویند که از کجا در واقع وارد چنین رفتاری شدند، چون موضوعی که در ایران شکل گرفت، حالا قسمت خونریزیشو ول کنیم، موضوعی که در جریان انقلاب 57 شکل گرفت در واقع صورت یافتن و پاگیری حکومت دینی در ایران بود که در پیدایش حکومت دینی تفاوتی زیادی میان جریان‌های بنیادگرایانه و فقاهتی و جریان‌های اسلامی سیاسی وجود نمی‌داشت و همه در پیدایش این حرکت نقش داشتند، اگرچه عزت الله صحابی در این سال‌های پایانی با نقد به اون حکومت و شرکت در کنفرانس برلین و دیگر کارهایی که انجام داد در روزنامه ایران فردا و دیگر کوشش هایی که انجام میداد، به هر حال تا حدودی حساب خودش رو از جمهوری اسلامی جدا کرد و به اپوزیسیون اون حکومت پیوست و از این منظر هم باید گفت که انسان شریفی بود، ولی با این حال باید این نقد رو هم به او و دیگر کسانی که مانند او میاندیشیدند داشت که جوانانی نبودند که به صورت احساسی وارد پشتیبانی از جنبش اسلامی و دولت خمینی شده باشند، کسانی بودند که به هر حال در سازمان یافتن این حکومت نقش داشتند و حتی به انتقادهایی که نسبت به رفتاری که در اون دوران صورت می گرفت کاملا بی تفاوت بودند. من خاطرم هست که بارها پدرم به عنوان یک حقوقدان که تنها برای مدت بسیار کوتاهی وظیفه استانداری فارس رو پذیرفت و بلافاصله استعفا داد، گفت با این اوباش نمیتوان کار کرد، و بارها تذکر میداد، بارها به همین دوستان پیشین خودش آقای بازرگان، صحابی و دیگران میگفت که این اعدام ها، این مصادره ها، این کارهایی که شما انجام میدهید نه تنها خلاف قانون است، خلاف انسانیت است، و از منظر پدر من حتی میگفت که خلاف دین است. و شوربختا که در اون دوران همه مست قدرت و مست پیدایش جمهوری اسلامی بودند و بهای چندانی به این نوع انتقادها نمی دادند تا هنگامی که این بختک جمهوری اسلامی بر گرده اونها هم سوار شد و گرفتاری برای اونها هم ایجاد کرد. اون زمان خب به تدریج طبیعتاً به ضد اون حکومت تبدیل شدند. آقای امینی، این درسته که ایشون دبیر کل ملی مذهبی ها بودن و سوال من این است که اصلا روشنفکر ملی مذهبی مفهوم درستی است یا تناقض آمیزه؟ ما در کشورمون با یک رشته گرفتاری های ارزشی فکری روبرو هستیم که پدیده است ویژه کشورهای اسلامی و به ویژه کشوری مانند ایران. یعنی ما نتوانستیم
موضوع تفکر رو، موضوع اندیشیدن رو، موضوع خرد رو، از یعنی گریبان این هویت رو از چنگال فکر دینی رها بکنیم. ببینید دین جای خودش داره، موقعیت ویژه خودش رو داره و باید نقش در جامعه و زندگی مردم داشته باشه و همه جوامع همچنین هست. ولی کار خردگرایانه، کار فکری نو، کار اندیشمندانه سیاسی نمیتواند با این حوزه باور دینی پیوند پیدا بکنه و هنوز خردگرا باشه. این به این معنا نیست که انسان مسلمان یا انسان مسیحی خردگرا نیست. بیشتر خردگرایان جهان و نظریه پردازان برجسته دنیا باورمند به دین بودند و هستند. منظور و مراد من این است که این نوع واژگانی که در ایران ساخته شده، روشنفکری دینی یا دین سیاسی یا سیاست دینی، چون تفاوتی که آقای مهندس صحابی با سیاست چیره بر جمهوری اسلامی برای خودشون قائل بودند این بود که میگفتن اونها دین سیاسی هستند، ما سیاست دینی هستیم و هنوز جامعه رو از یک منظر و دیدگاه دینی کوشش میکردن توصیف کنند. جامعه مدرن جامعه است که دین به جای خودش و اداره امور جامعه یا سررشتداری و فرمان روایی به جای خود. و این کوشش هایی بود که گروهی مانند نهضت آزادی انجام داد و خودشون رو به عنوان یک جریان ملی مذهبی یا دیندار هوادار ساختن یک دولت رحمانی قلمداد می‌کردن. من این مفاهیم رو نمی‌فهمم. من اون چیزی که قادر هستم درک کنم موفقیت‌هایی است که جوامع مدرن جهان، اونهایی که توانستند به پیشرفت دست بیابند، توانستند مشکلات اقتصادی خودشون رو حل کنند، اونها رو در واقع در نظر میگیرم که در اونها کلیسا و کنشت و مسجد و همه چیزها هست. اما حوزه سیاست، حوزه اداره جامعه بر اساس تخصص جلو می رود و اگر هم کسانی بیایند و کوشش کنند دین رو وارد این کار بکنند، یه کرده اند در این آمریکا هم می کنند، زیان می زنند به پروسه به اصطلاح پیشرفت جامعه. و این کاریست که در ایران سالیان درازی انجام شده و از زمان جمال الدین اسدآبادی بگیرید تا بیایید به دوران آقای شریعتی و نهضت آزادی، یک کوششی بوده که پروژه پیشرفت و توسعه رو در ایران از یک منظر دینی، اون هم از یک منظر شیعی در واقع توصیف کنن، که گویا اینها با هم پیوند داره، اینها با هم یکی است و اصلا باید از نگاه دینی در واقع جامعه خوب رو ساخت، جامعه مدرن رو ساخت، جامعه پیشرفته رو ساخت. و جوابی که کسانی مانند زنده یاد صحابی به این موضوع نمیتوانند بدهند این است که پس این جوامع پیشرفته‌ای که مسلمان نیستند چگونه به دست آمدند؟ اینها چگونه توانستند یه جامعه پیشرفته بسازند؟ اگر همه چیز در کف با کفایت یک مسلمان است و بعضن از این منظر باید یک جامعه مدرن ساخت، این همه جامعه مدرن در ژاپن، در کره، در سرتاسر اروپا، در ایالات متحده، در آمریکای جنوبی که اینها مسلمان نیستن چه ریختی ساخته شدن و چرا جهان اسلام هنوز عقب مانده هست؟ و به هر حال منظورم این است که ما نتوانستیم در جامعهمون هنوز گریبان اندیشه رو در واقع دست نگاه دینی رو از گردن اندیشیدن و ساختن جامعه برداریم و به این نتیجه برسیم که برای ساختن جامعه و برای توسعه دینداری و غیر دینداری برابر هستند، نقشی در حوزه توسعه جامعه و توسعه دموکراسی و حقوق ندارند. می توانند مسلمان باشند، می توانند شیعی باشند، می توانند بیدین باشند و جامعه بسازند. این گرفتاری است که متاسفانه در برخورد با نهضت آزادی و جریان هایی که هنوز گمان می کنند که ما باید ایران رو بر پای یک
اسلام رحمانی بسازیم. آیت الله خمینی اسلام غیر رحمانی بود، جمهوری اسلامی اسلام تبعیض‌گرایانه است و یک صورت رحمانی از اسلام باید بر جامعه چیره بشود، هم زیان به اسلام میرساند و هم زیان به جامعه. خیلی سپاسگزاری میکنم آقای امینی عزیز. اگر موافق باشین چند پیام بشنویم و سپس به اصل موضوع یعنی پایگیری رفرمیسم و مدرنیسم در ایران ببرد. با کمال میل. خب شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. باز میگردیم و گفتگوی خودمون رو با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران دنبال میکنیم. آقای امینی عزیز، بار دیگر سلام. درود بر شما و بینندگان، شنوندگان ارجمند شما. خیلی ممنون. آقای امینی، دو هفته پیش یه گفتگوی داشتم با شما که در اون به دوران ناصری و جنبه های مثبت و منفی آن اشاره کردید و در این میان چند روز پیش خبر شدیم که سلطان علی میرزا قاجار که او رو رئیس بیل قاجار مینامند مینامیده در پاریس جان به جان آفرین تسلیم کرد و در سوگ او از جمله کسانی نوشتند که او برادرزاده احمد شاه، یگان پادشاه براستی دموکرات و براستی هوادار مشروطه بود. این تعریف از احمد شاه درسته؟ این تعریف ها رو می سازند، یعنی در دورانی این ارزیابی ها رو از احمد شاه یه دوری درست کردن به خاطر اینکه فراز دولت پهلوی رو ازش انتقاد بکنند، یا یعنی بگویند که پیدایش دولت پهلوی به قیمت از میان رفتن آخرین پادشاه قاجار که پادشاهی بسیار دموکرات و مدرن بوده انجام شده. من کاری به بررسی دوران پهلوی ندارم، ولی این ارزیابی از دوره احمد شاه اصلا درست نیست، چون احمد شاه قاجار وقتی که 8 سال بیشتر نداشته به جای محمد علی میرزا، محمد علی شاه که از سلطنت خلع شده بوده به پادشاهی میرسه و اصلا اهمیت نداشته نقش او در سیاست ایران که دموکرات باشه یا نباشه و اصلا آشنا نبوده با این مسائل. و کسانی هم که در اون دوره نایب السلطنه بودند، اولین نایب السلطنه و دومین نایب السلطنه او، خب آدم هایی بودند نسبتاً امروزی تر و اونها با مسائل مشروطه و اداره جامعه ارتباط داشتند. بعد از اینکه او به 18 سالگی هم میرسه و پادشاه میشود، زیاد کاری به کار اداره مملکت نداشته و اساساً به دنبال این بوده که زندگی خودش رو به راحتی بگذرانه. و اینکه او دموکرات بوده شاید به این معنا میگویند که به کار مملکت داری کاری نداشته و پذیرفته بوده که آنچه که در قانون اساسی آمده که پادشاه تنها یک نقش تشریفاتی داره. اگر این عدم دخالت در امور اداره کشور گواهی بر دموکراسی خواهی باشه، دموکرات‌ترین پادشاه 500 سال گذشته ایران سلطان حسین صفوی است که به هر حال شاه سلطان حسین که انقدر از کار اداره کشور به دور بود که در مقابل 10,000 سرباز جنگ ندیده و بی تجربه آمده از افغانستان تسلیم شد و یک دولت امپراتوری 200 ساله رو به اونها واگذار کرد. احمد شاه تمام شواهد و گواهی هایی که در دست داریم این است که به آینده ایران شاید هم علاقه در قلب و در وجود خودش داشته، ولی هنگامی که شما نگاه کنید به دوران پس از کودتای 1299 تا پایان پادشاهی قاجار، در این دوره 5 ساله
سه سال و اندی رو در خارج از ایران زندگی میکرده و کسی او رو تبعید نکرده بوده، خودش تصمیم میگیره بره در نیس، یکی از زیباترین مناطق اروپا. شما در فرانسه زندگی کردید، میدانید که در اون هتل‌های بسیار زیبایی که در نیس وجود داره در کنار دریا زندگی چندان نیست. زیباترین فضای بله. جهانه. بله بله. و در اونجا زندگی میکرده و پولش رو هم دولت ایران میداده و حتی وقتی که کسانی میروند با او تماس میگیرن از طرف مدرس پیغام میبرن که آقا برگرد به ایران، اگر برنگردی پادشاهی تو رو رضا، اون موقع رضاخان، رضاخانی که نخست وزیر مملکت و رئیس کل قوا بوده، از دست خواهد داد، پادشاهی رو از تو خواهد گرفت. او سفارشش این بوده که اگر میتوانید حقوق من رو در این خارج افزایش بدهید و مگه من بیکار هستم که از راه مرز بیایم بروم به قول خودش میان گروهی از کردها و لورها که مثلا پادشاهی خودم رو پس بگیرم، من اینجا هستم و شما حقوق من رو افزایش بدهید. حقوقی هم از دولت بریتانیا به خاطر بستن پیمان در آغاز کار، بستن پیمان 1919 براش در نظر گرفته بودن که البته چون مجلس این پیمان رو تصویب نمی کنه این حقوق رو بهش نمی پردازن. و خیلی از نکاتی که در تاریخ درباره او گفته شده که در برابر دولت انگلستان ایستاده، نطقی کرده و گویا اعتراض کرده به قرارداد 1919، اینها جزء ساخته های تاریخ است. اصلا چنین شواهدی در دست نیست و اسنادی که وجود دارد گواهی بر این است که او سخت علاقمند به دریافت حقوق بوده از برکت قرارداد 1919. و پادشاه بسیار نالایق، فرد بسیار ترسو و آدمی بوده که چندان علاقهی به امور مملکت نداشته، در خردسالی از پدرش جدا شده بوده و پادشاهی رو هم اونقدرها بهش اهمیت نمی داده. سفارشش هم به برادرش که ولیعهد بوده این بوده که هرچی رو میتوانی بفروش، طلا کن و بیا به خارج، این مملکت برای من و تو مملکت نخواهد شد. و این تاریخ نویسی دوباره در مورد احمد شاه خب بیشتر منفعت سیاسی ویژه‌ای رو دنبال میکنه. آقای امینی، یه روزنامه نگاری رو مثل مدرس فرستاده بود به نیس برای گفتگو و دادن توصیه‌های به احمد بله. شاه، سردبیر روزنامه خراسان که در تهران آمده بود، در تهران او در واقع رفت از راه مسکو به پاریس و خاطرات خودش رو نوشته به نام اسرار سقوط احمد شاه و در واقع خیلی نکات جالبی رو در این مورد گفته. اوست که رفته و گفتگو کرده رحیمزاده صفوی و خاطرات چه خیلی زیبایی رو نوشته. فردیست که کسی نمیتواند بگوید که دلیلی برای دروغگویی در این زمینه داشته، چون رفته با پیغام از سوی مدرس که به احمدشاه بگوید که تو برگرد به ایران، قصد داشتن که یک کودتای دیگری مقابل کودتای 1299 انجام بدهند. و او بعد از این که در ماجرای معروف جشن گل که هر ساله در نیس برگزار می شود این رحیمزاده صفوی رو می بینه، به او می گوید که بهشت همینجاست و تو از من می خواهی که من اینجا رو ول کنم بیام و مثلا جانفشانی کنم برای نجات مملکت. و رحیمزاده صفوی که اصلا با یه آرزو و علاقه های بسیاری رفته بوده برای دیدار با او، بسیار مایوس برمی گرده به ایران و این کتاب خاطرات رو نوشته که عنوانش هم از اسرار سقوط احمد شاه. آقای امینی، من این فستیوال گل نیس رو دیدم، واقعا شگفت انگیزه. چقدر خوبه. وقتی پادشاه مملکتم اونجا بوده میگه من بیکارم بایشم میام از طریق مرز کرمانشاه بلنشم بیام ایران برای اینکه کودتا بکنم، شاید جان خودم رو دست بدم. اینو گفته بوده احمد شاه. دو هفته پیش در همین سخنانی که درباره دوران ناصرالدین شاه گفتیم، به زمینه و زمانه پرورش او و رابطهش با پدرش محمد شاه که درباره او هم گفتن بی کفایت ترین
پادشاه قاجار بود اشارتی نفرمودی. ممکنه در این برنامه تاریخ، قضاوت تاریخ درباره محمد شاه قاجار بسیار بسیار نادرسته. یعنی چون محمد شاه قاجار یعنی کسی بوده که نه دینداران زیاد به او بهای میدادند، نه کسانی که به هر حال جزو ایل قاجار بودند. صوفی بوده، صوفی مسلک بوده و از کودکی با این نوع اندیشه ها رشد پیدا میکنه، چون قائم مقام برای او معلمی انتخاب میکنه، چون اونقدر هم آشنا نبوده به این حاجی ایروانی که بعدها به حاج میرزا آقاسی معروف میشود. آقاسی هم لقب هست، یعنی رئیس دربار. این یک حاجی، یک مجتهد ایروانی بوده که با اندیشه های صوفیانه آشنایی داشته، میآید و معلم محمد شاه میشه و اصلا محمد شاه شیفته او میشود. این گرفتاری این کودکان شاهزادگانی که در برغل حرم بزرگ شده بودند و بعدها ارتباطی هم با خانواده نداشتند و قرار بوده که پرورش پیدا بکنند برای شاهی در آینده، این بوده که برحال تحت تأثیر آدم هایی که اونها رو پرورش نیه خیلی استواری نداشته. کنتگوبینو در و خیلی های دیگر در مورد محمد شاه میگویند که اصلا مسلمان نبوده و به طور جدی باور دینی نمی داشته و در نتیجه در اون دوران یه پادشاه مملکت تعصب دینی نداشته باشه خیلی شگفت‌انگیز هست برای اون دوران. و از این منظر است که خیلی ها در واقع از او به عنوان یک انسان بی‌کفایت صحبت کردند و گفتن که هیچ کار مثبتی انجام نداده، چون در دوران پادشاهی او تقریبا میتوان گفت کمترین کس کشته شده و جز کارهایی رو که قبل از اون قائم مقام کرده بوده و به هر حال ضربه‌ای که به قائم مقام میزند و او رو با وجود اینکه قائم مقام نقش داشته در از میان بردن تمام رقبای پادشاهی از جمله جهانگیر میرزا، تاریخ نویس بسیار با دانش دوره قاجار، کسی که به هر حال یک انسان بسیار بسیار فرهیخته، شاهزاده بسیار فرهیخته بوده و قائم مقام دستور میداد که به چشمان او میل بکشند و او رو کور کنند، روی هم رفته باید گفت. قائم مقام هم این کاره بوده، همه اینها این کاره بودند، اون دوران رسم اون دوران این کارها بوده. این نیست که گمان کنید که چون قائم مقام فراهانی است از این کارها نمی کرده، چون به هر حال رسم اون روزگار این بوده که مخالفان و رقیبان حکومت یک پادشاه رو بعد از میان می بردند، یا باید اونها رو می کشتند، یا اگر خیلی آدم های رحیمی بودند چشم اونها رو کور می کردند، چون پادشاه کور پذیرفته نمی شده. این رسم هم بر می گرده به دوران آمدن ترکمانان به ایران که رسم میل کشیدن به چشم در دوران از زمان سلجوقیان و بعد مغولان و به ویژه در دوران صفوی بسیار بسیار حافظم میگه میل در چشم جهان بینش کشید. بله، میل داغ میکردند و میکشیدند به چشم و چشم کور میکردند برای همیشه. و در نتیجه این نکته که فرمودید، خب یک داوری هایی در مورد اون دوران شده که همش دقیقا درست نیست، ولی واقعیت این است که فردی مانند ناصرالدین شاه اصلا با پدرش محمد شاه نزدیک نبوده. یه دوران خیلی عجیبی در تاریخ ایران هست. میرزا آقاسی اجازه نمیداده که پول از دربار به سوی آذربایجان برود و ناصرالدین شاه در خاطراتی که برای یکی از دخترانش گفته شکایت کرده که خیلی خیلی مشکل داشته در اون دوران و حتی فقیر بوده، یعنی حتی مشکل معیشت داشتن و ولیعهد مملکت مشکل معیشت داشته و گرفتاری این داشته که یه قسمتی رو از خاطراتشون براتون بخونم که ببینید رابطه با پدر چه بوده. می نوشته که گفته که در دوران کودکی سخت در فشار بودم و از نداشتن لوازم کافی زندگی و لباس لباس روزگارم بسیار دشوار می گذشت. این ناصرالدین شاه نوشته؟
اینو بره برای دختری که دخترانش گفته و اون نوشته در زمستان ها جز جوراب نخی به من نمی دادند و حسرت جوراب های رنگین پشمی و کرکی را به دل داشتم. پدرم هم به ملاحظه حاجی یعنی میرزا آقاسی به من کمک مالی نمی کرد، چون معیر، منظور معیر الملک هستش، معیر ممالک، معیر ممالک از دیگر خلوتیان به من محرمتر و رویم به او بازتر بود. روزی این راز را با وی در نهادم و البته با خوشحالی میگه که معیر آمد و مقداری جوراب زمستانی به من داد و حتی یه مقدار پول هم گاهی وقتا به من میداد. این پادشاه آتی مملکت است که به این گونه در واقع در رفتار و زندگیش طوری بوده که با اون مدل هایی که مثلا ما میبینیم در اروپا پادشاهان رو پرورش میدادن، یا مثلا در کتاب معروف گزنفون در مورد کورش پروری میخوانیم، اصلا ارتباط نداشته. ناصرالدین شاه اساسا به وسیله چند غلام و کنیز بزرگ شده بوده. معروفترینش هم بشیرخان هستش که یک غلام حبشی است که غلام زرخرید ملک جهان بوده، مادر ناصرالدین شاه اون رو خریده بوده و در واقع تا زمانی هم که بالاخره در میانه پادشاهیش خشم بر او میگیره و دستور میدهد که او رو بکشند، این بشیرخان در واقع یکی از پرورندگان اصلی ناصرالدین شاه است. بارها هم افتخار میکرد قنداق اون رو هم میشسته و از او مواظبت میکرد. یا مثلا یکی دیگه از خدمتکاران برجسته ناصرالدین شاه که در پرورشش نقش داشته دایه‌ای بوده که بعدها دخترش اولین صیغه ناصرالدین شاه میشه و عفت السلطنه. و این مسعود میرزا ظل السلطان معروف دختر و فرزند همین دختر این کنیزی است که ناصرالدین شاه رو در واقع پرورش داده. یه دربار بسیار آشفته، بسیار پر از نکبت و پر از گرفتاری بوده در اون دوران و این تصور که گویا مثلا پادشاه فرزند خودش رو برای پادشاهی پرورش میداده، درس به او میداده، آموزش به او میداده، اصلا وجود نداشته. تنها پادشاه دوره قاجار که درسی خوانده و با علوم جدید و با ادب فارسی و با فلسفه با اندیشه های تازه آشنا میشه همین محمد شاه قاجار پدر ناصرالدین شاه است که چون از کودکی در واقع قائم مقام نظر داشته به او، معلمینی میگذاشته و او رو پرورش میداده. ناصرالدین شاه تا هنگامی که امیر کبیر رو پیدا میکنه از برکت هیچ نوع آموزشی برخوردار نیست و چیزی هم نمیدانسته و این فقری که باش بزرگ شده، حالا فقر به این معنا که چیزی بهش نمیدادند، در دوران پادشاهیش سخت تأثیر میگذاره و بسیار شیفته چیزهای تازه بوده، شیفته پول بوده. و اگر هم بخوایم به راستی این پادشاهی قاجار رو درست، یعنی ناصری رو همه رو درست در واقع بررسی کنیم، باید برگردیم به نکته‌ای که در هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم. شما توجه بکنید که در زمانی که فتحعلی‌شاه قاجار پادشاه ایران بوده، این فتحعلی‌شاه به راستی به تنهایی این دولت قاجار رو حفظ کرده. در مدت کوتاه 10 ماه از 9 همسر 8 فرزند از او به دنیا می آید و فاصله زاده شدن خیلی از این فرزندان با هم 10 روز بیشتر نیست. لسان الملک سپهر می گوید که در میانه دوره قاجار نزدیک به 800 فرزند و نوه از فتحعلی‌شاه زنده هستند. از اون 10 فرزند اصلیش، 10 فرزند پسر او که فرزندان اصلی قدرتمند فتحعلی‌شاه بودند، روی هم رفته 300 و نزدیک به 340 تا فرزند به دنیا می آید. یعنی این جامعه‌ای است که با پیدایش شاهزادگانی که
چپ و راست زاده می شدند و اصلا معلوم نبوده که به چه کاری می آیند. یک نیروی می شود این دولت قاجار که وقتی ما به میانه دولت صفوی ببخشید ناصری می رسیم، جایی برای خانهای ایلهای دیگه باقی نمی مونه، برخلاف روال سالیان گذشته، صده های گذشته که معمولا شاهزادگان یک ایل چیره با بزرگان ایلهای دیگه و از طرف فرمان روایی و تقسیم حکومت همکاری می کردند. و دست کم باید گفت که در دوران اقلن محمد شاه قاجار کمترین شمار همسران رو داشته، در تمام دوران زندگیش فقط 5 همسر داشته و به ویژه 2 نفر از همسرانش که 2 خواهر بودند، یکی در میگذره و خواهر دوم رو براش میفرستن، فرزندان یکی از خانهای بزرگ کرد اهل سنت بوده که از او در واقع شازده ملکارا به دنیا میآید. برحال نمیخوام سرتون رو درد بیارم راجع به این مسائل، ولی ما با چنین دوران بسیار غمناکی در تاریخ ایران روبرو هستیم که کار دولت مداری و اداری کشور در با زندگی حرمسرایی در هم آمیخته. ممنونم آقای امینی. این خیلی خوشم میخوام آقای امینی، این آقای سلطان علی میرزا که اخیراً درگذشت، سال گذشته با مصاحبه‌گر بی بی سی مصاحبه کرد و در اونجا حمایت‌های بسیار سفت و سختی از قاجاریه کرد. مثلا گفت در قرن 18 وقتی افغان‌ها به اصفهان آمدند و صفویه را از بین بردند، اصلا دیگه ایرانی وجود نداشت، مملکت از بین رفته بود، هر کس یه جایی سلطنت میکرد و اگر اون وضع ادامه پیدا میکرد اصلا امروزه ایرانی نبود. این جد ما آقا محمد خان بود که تکه های پخش شده ایران رو جمع و جور کرد با قدرتی که داشت و با زحمتی که کشید ایران امروز رو درست کرد. این ایرادایی که به قاجاریه میگیرن احمقانه است. در واقع اونها همه مملکت رو جمع کردن، واحد کردن، مرکزی کردن، حالا بعضی قسمت ها رو هم مجبور شدن به خارجی ها بدن چون قشون ایران شکست خورد. وقتی آدم شکست میخوره خب طبیعی است که باید بهای شکستش رو بده، اما عباس میرزا همه گنج هایی رو که در اختیار داشت داد که آذربایجان رو نجات بده. آذربایجان ایران واقعی بود. من مطمئنم که اگر الان ایرانی هست و صحبت از ایرانی هست، این رو از آقا محمد خان و از قاجاریه داریم. چیه نظرت؟ برحال آفتاب آمد دلیل آفتاب. این فرمایشات ایشون حالا به قول معروف پشت سر مرده نباید حرف بد زد، ولی بسیار بسیار احمقانه است و هیچ ربطی هم به تاریخ نداره. یعنی ایشان برای دفاع از خاندان خودشون تاریخ رو وارونه کردند و من این رو اتفاقا نوشته این بخشی از عبارتی که خوندید در یادنامه‌ای که یکی از روزنامه نگاران درباره اون نوشته است خواندم و در شگفت شدم که چرا باید چنین چیزی رو نقل کرد. نخست این که افغان‌ها ایرانی بودند، اصلا آمدنشون به اصفهان و گرفتن اصفهان پایان ایران نبود. اونها خودشون رو هم همانند آذربایجانی‌ها یا خوزستان. آقای امینی ایران بودن. بله ایران. بله آقای امینی چند لحظه صداتون رفت. بله میشه عبارت آخرتون رو تکرار بفرمایید؟ بله عرض کردم که آمدن افغان‌ها به ایران آمدن یک نیروی خارجی نبود. افغان‌ها بخشی از ایران بودند و یک جنگ داخلی در واقع انجام گرفت که
به دلیل ستمی که دولت صفوی به افغانهای اهل سنت میکرد و یک حاکم گرجی شیعی رو بر اونها نشانده بود و فجایعی که اونجا انجام شده بود یه شورشی بود از بخشی از اهل سنت در برابر حکومتی که حکومت شیعی در ایران بود و این گرفتن ایران از سوی دولت خارجی نبود که ایران از میان رفته باشد. به علاوه 12 سال یا کمتر از اون 8 سال پس از آمدن افغان‌ها به ایران نادر با جمع کردن قشون بسیار نیروی متحد دسته های ایلی سرتاسر ایران توانست دولت تازهی در ایران ایجاد بکند و دولت افشار، دولت نادرشاه، چه در 12 سال نخست فراز او به قدرت و چه در 12 سال پایان پادشاهی او، دوران 12 ساله پادشاهی، وسعت دوره دولت نادری نه تنها کمتر از سرزمین صفوی نبود بلکه سرزمین های دیگری هم به قلمرو قدرت سیاسی ایران افسوده شد و بنابراین سالیان بسیاری نزدیک 30 سال پیش از اینکه خان و فرزندش آقا محمد خان قاجار و دیگران بخواهند یا به طور کلی اون تیره قاجار بخواهد به برخی زد و ادعای پادشاهی در ایران بکند، این کار رو افشار، یعنی نادرشاه افشار انجام داده بود و به دور از تعصب دینی هم انجام داده بود. شاید بتوان گفت تنها پادشاه این دوره تاریخی ایران است که تسامح دینی و بردباری رو در واقع در ایران رواج داد و جلوگیری کرد از پیدایش مذهب رسمی و کارهای ناشایست زیادی هم کرد، ولی این افتخار رو برای دولت قاجار و برای فردی مانند آقا محمد خان که شیفته تیمور و چنگیز خان بود و در چادر تمام زندگی رو میزیست، هیچگاه حاضر نشد بیرون از چادر زندگی بکنه و یک پیکره ای از چنگیز رو داده بود تهیه کرده بودن در برابر تخت خودش در چادر میگذاشت اونجایی که میخوابید که هر روز که بلند میشد این قیافه چنگیز خان رو ببینه و گمان میکرد که او ادامه کار چنگیز هست، چون قجرنویان ها با چنگیز و با مغولان در واقع به این منطقه فلات ایران آمدن و کار، یعنی جزء مغولان بودن؟ با مغولان آمدن، خودشون مغول نبودن، ترکمان بودن ولی همراه با مغولان در واقع به منطقه فلات ایران آمدن، جزء نیروهای متحد اونها بودن و گفتن این که در واقع این آقا محمد خان هستش که یگانگی ایران رو حفظ کرد یک دروغ تاریخی است و بیگمان آقا محمد خان در حفظ سرزمین ایران با ضرب شمشیر و با کشتار و با خونریزی ها نقش بسیار داشت، ولی سرزمینی که او حفظ کرد متفاوت از سرزمینی که دوران نادر و کریم خان زند و دیگران بود نمی بود و ایشان حالا به هر حال از میان رفتن ولی از فراز تاریخ سالیان درازی رو حدود 50 سال سفر کردن و این 50-60 سال رو در واقع گذاشتن کنار. نکته دیگری که باید گفت این است که در دوران قاجار دوران از میان رفتن بخش‌های بسیار مهم ایرانه، این حرفایی که ایشان میزنن که زدن که و بعضی هم نقل کردن به عنوان یک برای گفته حماسی که حالا مهم نیست، اون بخشای قفقاز که از بین رفت که اصلا ایرانی نبودن، قفقاز حاصل خیزترین بخش ایران بود و بخشی از فرهنگ ایران بود، مجموعه اون منطقه در گسترش ادب و فرهنگ ایران بسیار بسیار نقش داشت، به همون اندازه زبان ترکی در اونجا رواج داشت که زبان ترکی در آذربایجان، این زبان به هر حال یکی از زبانهای مورد گفتگوی مردم اون سرزمین ها بود ولی اینها جزء قلمرو ادب و قلمرو فرهنگ و قلمرو سیاسی ایران بودند و از دست دادن قفقاز فقط از دست دادن قفقاز نبود،
قرارداد ترکمانچای به دولت روسیه این امتیاز رو داد که در گزینش ولیعهد بعدی ایران و پادشاهی تقریبا حق وتو داشته باشند. یعنی گفت که اونها پذیرفتند که پادشاهی در خاندان عباس میرزا باقی بماند و در واقع به اونها این اختیار رو داد. و این قرارداد ترکمانچای بهانه ای شد برای که دولت بریتانیا هم بگوید که اگر شما به روس‌ها این پیمان رو با این روس‌ها این پیمان رو بستید و این امتیاز رو دادید، ما هم از شما امتیاز می‌خواهیم. این آغاز مداخله آشکار روس و انگلیس در ایران بود و در دوران قاجار عملاً استقلال ایران تحت تأثیر قرار گرفت و ایران به یک کشور تحت الحمایه غیر رسمی تبدیل شد، اگرچه همچنان به عنوان کشور مستقل باقی ماند. دوران قاجار تنها دوران تاریخ ایران است که به طور رسمی دولت‌های خارجی در اداره امور مملکت شرکت می‌کردند. شاید در دوران‌های بعدی هم غیر رسمی و پنهانی مداخله کردند، ولی دست کم در دوران قاجار اونها به طور رسمی سفارت انگلستان در ایران و سفارت روس تصمیم می گرفتن در مورد مسائل ایران. قرارداد 1907، قرارداد 1919، یعنی اینها دستاوردهای دوران قاجار است که به هر حال شازده‌ای که از میان ما رفتند در به هر حال سنین بالاتر فراموش کردند و دیگران هم با ذکر این مسائل و بازگو کردن اونها تا حدودی به نظر من منافع سیاسی رو دنبال می کنند. جز این هم نمی توان انتظار داشت. یعنی می خواهم بگویم که اون دوره دوران بسیار بهتری برای تاریخ ایران بوده است. آقای امینی یه چند دقیقه وقت داریم، یه سوالی دارم و اون اینست که آیا درسته که ناصرالدین شاه چندان مذهبی نبوده و در سالهای پایان عمر با روحانیون درگیری هایی در زمینه مدرنیته و سازندگی داشته؟ در این جای تردید نیست که ناصرالدین شاه سخت شیفته فناوری های نو بوده، یعنی اصلا دوست داشته که کارهای تازه تکنولوژی اون دوران رو ببینه و این رو در ایران گسترش بده. یعنی تا اونجایی که این تکنولوژی فناوری جدید به پادشاهی او زیان نمی‌رسانده از این کار بسیار شادمان بوده و از این منظر باید گفت که با آخوندهای سنتی سر ستیز می داشته، چون اونها نمی خواستن این کارها صورت بگیره. از ماشین دودی معروف جاده یعنی شاه عبدالعظیم بگیرید تا بیایید به این که میرزا ملکم خان موفق شد که اولین تلگراف رو در تهران ایجاد بکنه که دفتر تلگراف تهران رو به کاخ او وصل میکرد. یعنی یه چیز خیلی کوچیکی بود ولی برای او بسیار بسیار جالب بود. خط تلگراف آزمایشی که بین دارالفنون بود و قصر تابستانی شاه در نیاوران، این اولین خط تلگراف بود. و آوردن عکاسی به ایران، کارهای دیگری که برای او خیلی جالب توجه بود. از این منظر در بسیاری از زمینه‌ها ناصرالدین شاهی که در آغاز کار در اولین سفری که به خارج رفته بود به عتبات اصلا شیفته اون وضعیت شده بود و ناصرالدین شاهی که در پایان کار شیفته به هر حال سازندگی و پیدایش فناوری و عناصر مدرنیته در ایران هست، ناصرالدین شاه متفاوتی است. البته این میرزایان و درس خواندگان و روشنفکران و شخصیت‌های جامعه بودند که این رو به این پادشاه به هر حال به این پادشاه تحمیل کردند. البته امیدوارم که در برنامه‌های هفته آینده بیشتر بتوانیم وقت داشته باشیم به این مسائل بپردازیم. خیلی اهمیت داره این دوره. دوره بسیار بسیار مهمی است، چون دورانی است که فکر نو از درمیان نخبگان ایرانی که برخی از اونها از شاهزادگان قاجار هستند، برخی از میرزایان پیوند یافته با قاجار هستند، برخی از بیرون قاجار هستند،
پاره از اونها درس خواندگان آمده از خارج هستند، نقشی پیدا می کنند که فکر جدید رو بر پادشاه و دربار تحمیل بکنند. این در گذشته وجود نمی داشته، این از در زمان عباس میرزا آغاز میشه و در دوران ناصرالدین شاه به اوج خودش میرسه. آقای امینی گرامی، بسیار از شما سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که هفته آینده بتوانیم این بحث مدرنیته در ایران رو ادامه بدیم. با سپاس از شما. شب و روز شما خوش. شنوندگان گرامی، توجه بفرمایید به چند پیام بازرگانی ما و همچنین توجه بفرمایید به گفتگویی که با آقای مهدی قاسمی خواهیم داشت درباره تضادهای درونی رژیم جمهوری اسلامی. تشکر میکنم از خانم مارگریت کارگردان برنامه‌مون و همچنین با سپاس از آقای ادموند خواهش میکنم توجه کنید نخواست به پیام ها و سپس به گفتگو با آقای مهدی.